صحبتان بخیر بازم به با ادامه برنامه صبح زندگی خوش آمدین رسول خدا صلی الله علیه و سلم در یک حدیث خیلی زیبا میگه که حتی اگر قیامت هم نزدیک باشه و در دست شما یک نهال باشه نهال را قرض بکنین و این روایتی هست برای این که چقدر میتونه سرسبزی و همچنان نهال در زندگی انسان ها رول داشته باشه و تاکید اسلام بر سرسبزی چقدر فراوان هست میخوایم در رابطه با سرسبزی و کارهای تازهی که ریاست سرسبزی در شهر کابل انجام داده صحبت های داشته باشیم مهماندار هستیم محترم شیرشو امیری رئیس ریاست سرسبزی با ما هستن امیری سب خوش آمدین و صبح زندگی صحب شما صبح شما بخیر تشکر صبح شما بخیر و صبح تمام بیننده های تلویزیون آریانا هم بخیر و از استفاده از فرصت صدومین سالگرد جشن استقلال افغانستان را به تمام هواتنان عزیز خود تبریک میگویم سلامت باشین خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردین بین امیری سیب از کارکردهای های تازه تان از خود جشن استقلال بر ما بگوین چه آمادگی ها و برنامه هایی را ریاست سرسبزی تایی یک ماه گذشته برای شهر کابل اتخاذ کرد تشکر ریاست سرسبزی از دو ماه قبل برنامه اساسی را در قسمت سرسبزی روی دست گرفت که از جمله سرسبزی جاده های عمومی شهر کابل و همچنان سرسبزی و گلکاری چرای شهر کابل بود ما برنامه سرسبزی را از سرک میدان هوایی، از چاره میدان الا چاره مسعود روی دست گرفتیم و همزمان ما خواستیم که یک سیستم موثر آبیاری را همچنان در جاده ها نصب کنیم تا ما بتانیم که از شیوه موثر آبیاری در جاده ها استفاده شویم و همزمان ما در جاده های سالنگوات و همچنان سرک دارلمان ما برنامه های گلکاری و همچنان احیای چمانایی که قبلا تخریب شده بود روی آنها پرداختیم و این سهارا بر جشن استقلال آماده ساختیم و همزمان در ریاست سرسبزی همکارای ما روی سرسبزی و گلکاری چارای نوی که باسازی شده و بهزازی شده از جمله چارای تایمانی چارای سالیم کاروان چاره ترافیک و چاره برکی و همساله هم و هم, هم در بله. شهر کابل ما دست گرفتیم که اخیرا ریاست سرسبزی مخصوصا در ناحیه چارهایی هایی که با سیستم تازه ایجاد شده انجام دادن واقعا قابل قدر هست و کابل را یک رنگ تازه ای برش بخشیده بیان بر ما از برنامه هایی که شما گفتین که از دو مو این طرف آمادگی ها گرفتین برای جشن استقلال و پلان های مد نظر گرفته شده تا چه اندازه این پلان امروز فکر میکنین شخصا بر خود شما نتیجه داده قبل تمام برنامه که ما برای جشن استقلال گرفته بودیم خوشبختانه که تمامشون رو ما تکمیل کردیم از جمله یکی از برنامه دیگه ای ما نورپردازی درخت ها بود اهو. که در شه، سراسر شهر کابل ما تازه. بودند بودن و ایره روی دست گرفته ما ما کوشش کردیم که در تمام نواحی شهر کابل از این نورپردازی درخت ها انجام بدیم این نورپردازی ها واقعا شهر کابل را امروز زیبا ساخته و من من یک شهروندی که در کابل زندگی می کنم من خیلی ها خوشایند است ببین ما بگویم که در چند ناحیه شهر کابل در کدام سرک ها از این نورپردازی ها شما استفاده کردین و از کارکرد این نور پردازی برای ما بگوین که چگونه کار میکنن و تا چه مدت میتونه که در کابل به همین شکل زیبایی ها را پخش بکنن قبل ما گفتم تمام ها در قسمت صدومین سالگرد جشن استقلال بود ما نور پردازی را از چاره دیمزنگ الا مکتب عبیبیه باز بخاطر نتونستیم که تمام جاده را تحت پوشش قرار بودیم و سرک الودین الا قصر دارلمان <متصفح> این ساحه را نور پردازی کردیم و همزمان باغوش کابل <متصفح> مون... سرک کارتسی سرک وزیر اکبر خان سرک دمازنگ الا <متصفح> دیبوری را دیشب اتمام رساندیم سرک کارتنا و ارزان قیمت هم میدان سرک مکریان سرک مدبر را, را، بینان حتی داخل شهر کابل و چارای پشتونستان دیگه چارای کلان که در شهر کابل بود تمام شما تحت پوش نورپردازی پوشش دادیم و این برنامه تا آخری همی ماه اسد است و این برنامه هم در قبال همی صدمین سالگرد جشن استقلال از بود از این نور ها و چراغایی که از طرف شب میتونن روشنایی خیلی ها زیبا بر انگای مختلف پخش بکنند بر ما بگوین که ام. اینا برقی هستن یا هم سولری و در کنارش میتونن که این چراغا پس از جشن استقلال دوباره جمع آوری میشن و ای که در شهر کابل میباشن می این ای چراغایی که ما داریم این آوتدور چراغایی برای کارهای بیرون خصوصا برای درختها. و توسط برق چی میشن روشن میشن و مصرفی مصرف بسیار کم است یک گروپ کلان که ما داریم 26 وات مصرف داره و این ای چراغا تقریبا تا ده سال ما میتونیم که از این استفاده کنیم و این ما برنامه داریم که در سال آینده وقتی که برنامه کلان جشن و روزایی و سالهای نو داشته باشیم از این چراغا در شهر استفاده کنیم و تا ما بتونیم شهر از طرف شب زیبا بسازیم این چراغ پس از جشن استقلال هم در شهر کابل میباشن و یا جمهوری میشن ناگزیر استم آوری کنیم به خاطر که حفظ و نگهداری چراغا در شهر کابل بسیار مشکل است خصوصا از طرف شب دیگر بینان جایی که بسیار کلیدی است در او جا ما چراغا را میگذاریم مثلا در باغوش در چوره پشتونستان و یک تعداد نقاط دیگه که از نگاه حفظ و مراقبتش کمه که بر ما آسان است یا نگاه میکنه و دیگه پس جمع میکنه و برای برنامه بعدی که در کابل و در افغانستان داشته باشیم باز از آن استفاده میکنه بله یعنی در عموم دیگه هموطنان ما میتونن که این چراغ های در شهر کابل در روزهای مناسبتی در شهر کابل و روزهای تعطیلاتی که به شکل روزهای مناسبتی میباشه شما ببینید که واقعا شهر کابل زیبا ساخته و یک ابتکار خیلی خوب و قشنگ از طرف ریاست سرسبزی شهر کابل بود طی سه ماه گذشته که شما برای ریاست سرسبزی م. آمدین و آمدین به این مقام گماشته شدین چه تغییرات در ریاست سرسبزی در کارکردهای شما بود؟ ما روی یک پلان منظم اصلاح سیستم های آبیوری را روی جادای شهر کابل گرفتیم به خاطر که سیستم های قبلی که ما در شهر کابل عملا استفاده میکنیم غیر مؤثر است و همزمان ما بسیار زیاد آب آشامدینی را که از زیر زمین بر سرسبزی استفاده میکنیم این یک مصرف بسیار بالاست ما روی اصلاحی سیستم آبیوری کار میکنیم تا ما بتوانیم تمام سیستم های آبیوری که ما آل توسط تانکارای آب آب بیاریم میکنیم ما بتانیم که سیستم های قطرهی را برای درخت ها و سیستم های بارونی را برای چمن ها در گلدان های شهر کابل خیلی. پلان کنیم ما روی برنامه ریزی برنامه کار میکنیم انشالله که تا این سال این برنامه تقریبا تکمیل میشه خصوصا جاده های عمومی را و همزمان ما پلان داریم که در دا سطح پارکام سیستم های نوین آبیاری را در پارک هم تطبیق کنیم خیلی زیبا حالا قرار است این برنامه ها چه زمان اجرا شود؟ ما عملا سر دیزایناش کار کردیم یک برنامه را در تپی بگرامی عملی ساختیم همچنان در قسمت کوی شیر دروازه در, بالای کو اونجا درق قرض کردیم اونجا ما سیستم قطری را نصب کردیم در سرک دشت برچیم ما سیستم را نصب کردیم ولی طال فعال نشده و در سرک میدانوی ما سیستم موثر آبیاری را که از تانکری به یک سیستم موثر ایره تبدیل کردیم اینجا هم کار کردیم و در سرک مدبم این سیستم ها را نلدوانی کردیم و انشالا که داینده دا, دا ایام ای فعال میشه بنابراین بر ما روی کار است و ما بتونیم که آیسته همین سیستم انانوی آبیوری را به یک سیستم موثر اصلی تبدیل کنیم تا در دراز مدت استفاده آب ما کم شود و همچنان یک سیستم خوبتر آبیوری باشه که امنابات خوبتر رشد کنه بله کارگردای خیلی هم جالب زیبا و موثری هست و ما منتظر انتظار داریم که هر چیز زودتر ریاست سرسبزی بتونه که جنبه عملی به این ایده ها ببخشن ام. و حداقل ما بتونیم در شهر کابل با سیستم های تازه آبیاری مخصوصا برای سرسبزی شهر کابل روبرو باشیم چه خبرهای تازه و پلان های تازه مدنظر نظر دارین شما خودتان توی که بتونین در کل وضعیت سرسبزی در شهر کابل را بهتر خوبتر قبلا ریاست سرسبزی توجهش سر ان کارسنهواله د شهر کابل بوته در قسمت چمنکوري او ګلکوري کار نشوده بود او د ډیر عرصه ریاست نتونسته بود چې ګلوي فصلي را تولید کونکي مو روی برناموي ايجاد ګلخانه ها کار وکړو ته مو بتوانیم چې بري فصل سالا آینده ما اکثرت جاده عمومی شهر کابل را با با گل های زینتی زیبا بسازیم و ما بتونیم که اکثریت همین گلدانایی که در شهر کابل است را با چمن کشت کنیم ولی از شهروندای عزیز شهر کابل هم تقاضا داریم که در حفظ صحات امر ما همکاری کنند ما در جاده هایی که سالنگوارت است و جاده های است وقتی که کش میکنیم باز همشاری عزیز شهر کابل باز روی چمنایی که نو شده زیر پا میکنن و بعدن تخریب میشه یارا روی کار داریم و ما پلان داریم که یک کمپاین کلی نیال شوری را در اوایل سال آینده روی دست بگیریم تا ما بتانیم که نیال های بیشتر را در شهر کابل غرس کنیم و همزمان ما پلان داریم که پارک هایی که قبلا ساخته شده بود و به بهزازی ضرورت بود او را روی پلان داریم که در این پلان های ماه آینده ما تقریبا در حدود پانزده پارک هست که یا را باسازی کنیم تا به بهره بردی دوباره سپرده شو و عزیز ما از این فضا لذت ببرند بسیار خوب در راستای این که هموطنه ما حالا از این پارک ها و از این زیبایی هایی که امروز ما در شهر کابل میبینیم بتانند که استفاده درست بکنند و در کنارش بدانند که چگونه ما فرهنگ استفاده درست از روزهای تعطیلات و رخصتی ها و در کنارش از هر سبزی و بیشتر معلومات داشته باشن و بفهمند برنامه های آگاهی ریاست سرسبزی در این قبل شهر است. <applause> ما همزمان که کمپانه نیالشوری را هر سال شروع میکنیم برنامه آگاهی عامه را در قسمت حفظ ساحات سبز ما در پلان داریم و عملا ما تقریبا در اکثرت نقاط شهر کابل بلبردهای بل آگاهی را در قسمت حفظ ساحات سبز به نمایش گذاشتیم و از شهروندان شهر کابل خواستیم که در حفظ ساحات سبز امر شوروالی کابل همکاری کنند در غیر آن حفظ ساحات بسیار مشکل است که ما را حفظ کنیم تا که هموطنان عزیز شهر کابل امروی ما همکاری نکنند دقیقا هم همیگونه هست کم و بیش ام. یک ماه به فصل خزان باقی مانده ام. و مطمئن فصل زیبایی ها و رنگ تازه ای را طبیعت باز هم بر خود میگیره ریاست سرسبزی برای زیبایی های فصل خزان چه تدابیر مد نظر گرفت؟ ما برای فصل خزان برنامه ما داریم خصوصا ما یک فرصت خوبی برای پلان گذاری برای سال آینده است بخاطر که باز بال. وقتی زمستان میشن تقریبا کارهای سرسبزی کمتر میشن ما باز روی پلان های آینده کار میکنیم تا چطور بتوانیم که آمادگی کامل تر برای سال آینده در قسمت سرسبزی داشته باشیم خصوصا یک اوه. قسمت از کارهای ما اصلاح شبکه های آبیاری و تولید نهال هاست و همچنان تولید قریجات است که ما روی این پلان کار میکنیم تا ما بتونیم که با یک آمادگی کامل برای سال آینده خدا آماده بسازیم تا ما بتانیم که امی وسعت سرسبزی را در شهر کابل بیشتر بسازیم از این همه کارهایی که شما انجام دادین مم. و به شهر کابل باز هم زیبایی را پخش کردین و کابل رنگ و بوی تازه ای را برای خود گرفت چقدر مردم و هموطنان ما امروز روزی هستند و چقدر استقبال کردند معلوم است که همشهرهای شهر کابل مردمای قدرشناس هستند وقتی که کارهایی که در شهر کابل شده یا از کارکردهای ما راضی هستند و یا استقبال کردن ولی کارهایی که ما کردیم کارهای بسنده ما کوشش میکنیم که وسط کارای خود در سر سر شهر کابل توسعه پیدا کنیم تا ما بتونیم که اینمی سرسبزی را در تمام شهر کابل برسانیم ولی ما از نگاه منابع محدودیت های خود داریم نمیتونیم که همزمان در تمام شهر کابل رسیدگی کنیم خصوصا در قسمت گلکاری و چمنکاری و هم همچنان در قسمت نوچونی که در شهرهای جاده هایی که نو ساخته میشه اینجا برسیم ولی کوشش ما است که ما بتونیم سال آینده روی یک پلان منظم کار کنیم تا ما بتونیم که آیستا بتونیم که شهر سرسبزی شه و زیبا سازی شه و گلکوری شه توسیح, کن، توسیح پیدا کنه در میان این همه زیبایی هایی که در شهر کابل ایجاد شد و اکتداد زیادی از برادران ما دست به دست هم دادن تا کابل را زیبا بسازن نقش بانوان ما دریاست چگونه هست؟ در راست سرسبزی معلوم است که ما سرسبزی ببخشیم در سرسبزی خانم هم است امرای ما کار میکنن در قسمت قریاجات ها در تولید نهال ها <applause> امرای ما کمک میکنند بنا نقش خانم بسیار برازنده است ما خانم های بسیار فعال و خوب دست ریاست سرسبزی داریم که در قسمت تولید نهال ها ما همکاری میکنن و ما ارزو داریم که در دا نقش زنها در قسمت سرسبزی دیگرم هم فعال تر شوه خصوصا ما کمپاین های بسیار خوب نهالشانی را و آگاهی آمه را داریم که در این قسمت محصیلین پندون ها ما در این قسمت همکاری کردن و ما ارزویی را داریم که امی مردم هایی که در پانتون هاست بتانند که امی کمپاین ها را امرای ما یک جا به پیش ببرند بسیار خوب خیلی ها ممنون از اینکه تشریف آوردین شما افتخار ما هستین و انشالله که خوبتر و بهتر بدرخشین و باز هم ما در شهر کابل زیبایی های بیشتر داشته باشیم آخرین گفتنی های شما به مردم افغانستان تشکر یک صحبت ما از یادم رفت شوروالی کابل یک دهکده افغانستان را در چمن حضوری ایجاد کرده که برنامه از تاریخ 27 اسد الا پنجسمبلہ ا ادامه پیدا وکړه د ډیرز اغاښا دیرز اغاښا شو دا وی برنامه چې قبلا په نوم کمپ دولت بود یو برنامه بسیار کهنی بود ما خاصم کې نېمې انانات قبلی را پس زنده بسازیم و همشاره شهر کابل از این برنامه لذت ببرند در دهکده افغانستان در چمن حضری ما برنامه موسیقی داریم فیسوال های مواد غذایی داریم صنایع دستی داریم مواجهات خشک تازه در اونجا برنامه گذاشته شده و هم همزمان بعض برنامه های ورزشی پرچه های تمثیلی است بینان یک فرصت خوب برای همشاره شهر کابل است بیان و از دهکده افغانستان از چمن حضوری دیدن کنند و لذت ببرند ان ما هم کوشش میکنیم که افغان را بفرستیم و گزارش بر ما داشته باشه از این دهکده کده و در کنار خود ما هم بتونیم که منحیز شهروندان افغانستان از این محل دیدن بکنید خیلی ممنون از اینکه تشریف آردین دوست شما خواهد. تشکر باشین تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده است و زندگی هستین افغان هم با تنگی ترخیل همین لحظه رفته و میخواد با هموطنان ما صحبت داشته باشه ببینیم گفتنی هایشون چه هست تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آرلینا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین